21 اسفند سال گذشته رانش زمین در محور چالوس و جاده قدیمی کندوبان و روی پل زنگوله توجه ها رو به سمت جاده چالوس و مشکلاتی که سالهای گذشته این جاده با اون دست و پنجه نرم کرده جلب کرد. رانش زمین، ریزش سنگریزه ها از کوها و نبود گالری در محوطه های مختلف جاده چالوس مهمترین مشکلاتیه که راهداری با اون در طول این سالها دست و پنجه نرم کرده، اما به نظر میرسه هنوز اعتبار و توجه کافی برای برطرف کردن این مشکلات وجود نداره. الان مشکل اصلی ما یه دونه همین رانشایی که الان فیلم برداری کردید، یه دونه دیگه هم ریزش سنگی که از بالا دست داریم. یه قرارداد در اداره کل دارن کارهای برآوردش انجام میدن برای لغگیری محور، ولی خب رانش دیگه دست ما نیست. رانش باید بیان پای کار، متولیان هم باید بیان، اداره امور آب باید بیاد وارد کار بشه. یعنی واقعا یه سرمایه ملی اینجا. محور کندوبان عرض کردم یکی از پرجاذبه ترین محورهای کشوره، شاید تو سطح دنیا اصلا معروف باشه. بخوایم اینجوری از بینش ببریم به خاطر سهل‌انگاری بعضی از ادارات، بیایم اینجوری از بین ببریم، واقعا ناراحت کننده است. اون سنگا با فنسی که می‌بینی پله شده، اون 8 پله‌ای که می‌بینی به اضافه این کنار، پروژه‌ای بودی که ما بعد از این رانشی که اتفاق افتاده ببینید دیگه کاملا مشخصه. یه ارتفاع 9 متر فکر کنم، حالا شاید هم بیشتر باشه، دقیقاً نمیتونم خدمتتون بگم. الان خدا رو شکر ایمن سازی شده، نیوجرسی هم گذاشتیم، آسفالتش هم به صورت موقت انجام دادیم. یه نشستی حتما این خاکایی که ریختیم، باری که ریختیم، یه نشستی بکنه ان شاء الله روکش شما انجام بدیم. خب اون نقطه همینجا میشه؟ بله دیگه، نه دیگه دقیقاً همینجاست دیگه. از اینجا به بعد دیگه کامل رفته بود، یعنی به طول 50-60 متر عرضم از خود خط سفید ما بودن فکر میکنم 4 متر از خط سفید و کامل رفته بود که الان دیگه به این صورت فعلا در اومد. یه مشکل اساسی ما مجدد الان خدمت رو عرض کنم پایین دست داریم، همجواری محور چالوس ما با رودخونه هستش. سیلابایی که طول سال اتفاق میفته یه حجم عظیمی از مساله یا سنگای بزرگی رو میاره، متاسفانه مسیر آب رو عوض میکنه که این باعث میشه مسیر آب بره زیر جاده، موجب نشست جاده بشه. آیا به جز استان مازندران استانهای مرزی شمالی دیگه هم درگیر این اتفاق احتمال داره بشن یا شدن؟ قطعا ازش بله، هر جا رودخانه همجوار با جاده باشه همه همکاران ما قطعا با این مشکل مواجه هستن. محور چالوس وقتی به سوابق ساختش نگاه کنید، که حالا فیلمایی هم ما داریم که در زمان ساخت به چه شکلی محور ساخته شده، کوه رو شکاف دادن با وسایل اولیه، حالا با کارگر و وسایل اولیه، و یک عرض 5-6 متری رو در پاشنه اون مقطع تراش داده شده ایجاد کردن و روی اینجا جاده ساخته شده. محور الان عرضش دیگه 5 متر نیست، 10-12 متر، 8 متر، 9 متر، یعنی دو تا ماشین راحت از کنار هم رد میشن تو خیلی از مواد. این نشون میده که در طول سالهای قبل همینجوری محور رو تعریض کردن. تعریض این محورم اتفاقاتی که افتاده رو وقتی بررسی میکنیم این خیلی اصولی نبوده. مصالحی رو از هر کجا آوردن، ریختن لبه پرتگاه یا اون دیوار ترانشپ یا کوه رو مثلا فرض کنید 1 متر، 2 متر، 3 متر دیگه شکاف دادن، تراشیدن، حالا یا خاک بوده یا سنگ بوده، تراشیدن و همون مصالح رو ریختن سمت چپ یا سمت راست و راه جاده رو عرضش رو زیاد کردن. این یک کار خوب خیلی اصولی نبوده. الان ما با این وضعیت مواجهیم، هر جا آب در این محور حرکت داشته و نفوذ کرده، اون آب باعث شده که اون خاک زیر اشباع بشه. اون اتفاق شب عید دقیقا همین موضع بود، یعنی وقتی جاده رو پیاده از بالا می اومدی پایین، می دیدی که آب در کنار جاده در حال حرکته، یک جای آب زیر جاده بلا تکلیفه. بلا تکلیف میشه چی؟ میشه فشار زیاد به لبه پرتگاه و جاده نشست میکنه. ولی خب حالا جسم راه اون زیر رو دیگه الان ما کارش زیاد نمیتونیم بکنیم که بخوایم مثلا خیلی کارهای اساسی برای کل جاده انجام بدیم، الان امکان پذیر نیست.
ما هم تونل رو بازدید که هم جاده رو، نصف عرض جاده در اون قسمت رو که ریز نشست کرد، نصف جاده کاملا سالم بود، حتی اثرات ترک هم نداشت، نصف جاده بود که تاثیر گرفت. بنابراین ما توی نگاه اول میتونستیم بگیم این نصف عرض جاده الان سالمه، امکان تردد یه طرف هست. تونل هم که بازدید کردیم دیدیم یه طرف هم از تونل میشه رد کرد. منتها اولین دستور کار ما این بود که با بیل مکانیکی اونجا رو پاک رو برداشت کنن، حفره ای رو حفر کنن، ما از وضعیت آب اون زیر اطلاع پیدا کنیم، چون یه شکاف روی سطح جاده خیلی برای ما روشن نبود که بیل مکانیکی فردای اون روز به محل اومد و یه شکافی رو ایجاد کرد و 4-5 متر حفاری که کرد. ما مطمئن شدیم نصف جاده زیرش سنگه، همون بستریه که ابتداعاً جاده چالوس روی اون ساخته شده. نصف دیگه که اون حرکت کرده بود همون خاکی بود که غیر اصولی ریخته بودن. وقتی اطمینان پیدا کردیم نصف جاده روی سنگه، به دوستان من اعلام کردم که اینو با اطمینان کامل میتونید ترافیک روش عبور بدید. ظرف 2-3 روز خاک برداری رو انجام دادن، لایه اول سنگ و سنگ چینی رو از پایین شروع کردن. 1 متر که اومد بالا دیگه اطمینان پیدا کردیم که این ماشینالات ما دیگه الان کاری ندارن. یک ردیف حفاظ بتونی نیوجرسی اون رو نصب کردن که تردد باز مشکلی نباشه و اعلام کردیم که تردد به صورت یک طرفه از نظر ما آزاد. کارشناسان سازمان زمین شناسی در محل پیش من بودن و زمانی که اون سونداج انجام میشد ما با هم مشورت میکردیم. ولی برداشت خود منطقه بازدید این بود که حتما این محور باید از لحاظ زهکشی ممیزی بشه، چون در حین بازدید من چند نقطه دیگر رو پیدا کردم که شبیه اونجا هست، یعنی آب بلا تکلیفه. خودمون الان کار ممیزی رو به استانها ابلاغ کردیم که برن تهیه کنن، با مشاور گزارشش رو بیارن و ببینیم چه بودجه‌ای برای این کار نیاز داره. جاده چالوس طبق اسناد ساخت بین 50 تا 70 سال قدمت داره و قطعا یه جاده توریستیه، ولی شرایط کشور، جذابیت‌های شمال کشور و رشد ماشین‌ها و تعداد خودرو امروز باعث شده که ما حجم تردد تو این محور داشته باشیم. تعداد ترانشه‌های ریزشی تو این محور زیاده. ما به عنوان راهداری باید این ریسک رو بیاریم پایین. ایمنسازی همه اینا هم خیلی پرهزینه است. دنیا هم این کار رو نمی‌کنه. وقتی جاده به عنوان یه جاده توریستی مطرح باشه، این خطرات خیلی کمتر از الانه. چندین طرح برای ایمنسازی اون نقاط تهیه کردیم، شناسایی کردیم، طرحهایی رو شناسایی کردیم، تهیه کردیم. چند بار مناقصه گذاشتیم، هیچ پیمون کاری نیومد. علتش هم این بود که کار کردن در ارتفاع روی ترانشه در حین عبور ترافیک یه کار خیلی پر ریسکیه. پیمانکارانی چند تا پیمانکار صحبت کردیم، نظرشون این بود که این جاده باید چند ماه بسته بشه تا بشه این ترانشه ها رو کامل ببندی یا سقفی بزنی روی جاده. با این وضعیت ترافیک آخر هفته امکان این کار عمرانی نداره. کارشناسای اروپایی هم ما آوردیم اینجا رو بازدید کردن، نظرشون این بود که این محور برای این حجم از تردد اصلا محور ایمنی نیست. حدود 20 سال قبل در منطقه سیاه بیشه مازندران سدی به همین نام احداث میشه. از زمان احداث این سد به مرور زمین این منطقه رانش پیدا میکنه و ترکهایی روی اون ایجاد میشه. این اتفاق در طول 20 سال گذشته میفته، اما به نظر میرسه که از حدود 10 سال قبل به مرور به فراموشی سپرده میشه. شاید به همین دلیله که توجه چندانی به محدوده پل زنگوله وجود نداشت و از اواخر سال گذشته ناگهان این منطقه با ترک عظیمی روبرو شد. در حال حاضر راهداری استان در تلاش هست تا آسیب‌های وارد شده رو دست کم بپوشونه و مسیر رو برای حضور مسافران و رفت آمدشون تسهیل بکنه، اما همچنان تا زمانی که اعتبار کافی نباشه به نظر میرسه این قضیه نمیتونه به صورت 100% به سرانجام برسه. این منطقه‌ای که الان شما حضور دارید منطقه خاکک معروف به جاده جدید محور کندوان که قبلا جاده ما پایین دست بوده، برای اجرای سد که الان هم جوارش هم هستید مشاهده میکنید مجبور شدن این جاده رو برای ما بزنن، جاده پایین دست ما بره توی طرح اجرای سد. روزی که اون سد که داشتن میزنن به هر حال یه فعل انفعالاتی توی منطقه ایجاد شده، به هر حال شاید یه انفجارهای از قبل ایجاد کرده باشن. قطعاً
اون انفجارهایی که داخل سد ایجاد شده، ما چند تا روستا الان بالا دست داریم، توی روستای ولی‌آباد یا روستای هریجان خسارات‌های زیادی بهشون وارد شده. جاده با که در موازات همین سد اجرا شده قطعاً این اتفاق براش افتاده. به هر حال هر جا رانش می‌بینید نفوذ آب حرف اولی میزنه. چه سالی سد ایجاد شد که به دنبال اون این ترک‌ها به وجود اومد؟ 20 سالی میشه، شاید هم بیشتر، ولی اون روزی که آبگیری کردن حدوداً فکر می‌کنم همین 13 14 سال بشه. این جاده که الان عرض کردم خدمت شما جاده جایگزین ماه. الان می‌بینید دیگه ترک‌ها رو الان مشاهده می‌کنید. متاسفانه یه افت بسیار شدیدی داره. یکی از نقاط حادثه خیز ما تو محور کندوان، علارغمی که ما به همکارای ما توی سد سیابیشه اعلام کردیم، نامنگاری هم که شده، متاسفانه هیچ اقدامی برای بهسازی منطقه نکردن. برای انجام این لکه‌گیری های مسکنی بشه حداقل به کاربران جاده ما آسیبی نرسه یه کارهایی انجام دادیم، ولی باید حتما این به صورت اصولی بیان مشاوره بگیرن، یه طراحی انجام بدن مجدد اینجا، انشالله به بهره برداری برسه. الان برای سد خودشون هم تهدیده. من احساس میکنم اگر این جاده یک روزی تخریب بشه، حرکت بکنه بره به سمت سد، 100% به سد آسیب میرسه. مسیر ما از طرف تهران به طرف شمال چیزایی شنیده بودیم درباره اینکه یک سری رانش زمین در این مسیر اتفاق افتاده، جنبه خبریش که خب از یک طرف هست، ولی خب به هر حال ما برای اینکه بتونیم مطمئن بشیم که مسیرمون حالا اوکی هست، اونایی که حالا از شمال اومدن از تهران رفتن، اقوام آشنایان اونایی که در جریان هستن، سوال کردیم که به چه شکلیه، گفتن که مشکل خاصی نیست، مسیر بازه. ولی حالا من نمیدونم، یه جورایی حالا احساس کنم ما رو میترسونی، الان ما قراره به چیزی برخورد کنیم، به رانشی برخورد کنیم. شما از چه مسیری اومدین؟ از سمت تهران کرج. قبل از اینکه بخواین این جاده رو انتخاب بکنین، آیا بررسی کردین برای اینکه ببینین مسیر همچنان دوچاره مشکل هست یا نه؟ زنگ زدیم از اداره راهنمایی سوال کردیم که مسیر چجوریه، باز هست باز نیست، یا اون رانشه برطرف شده یا برطرف نشده. دلنگرانی داشتین برای اینکه بخواین زمانی که این مسیر رو انتخاب بکنین که مطمئن باشین از همین بس؟ بالاخره اون رسیدگی که دیدیم تو جاده میکنن، چون من جاده رو زیاد میام، شاید در سال 20 بار 30 بار این شمال میام با همسرم و بچه‌ام و مشکلی هم ندیدیم. بالاخره بعضی وقتا کوه دیگه پیش میاد این اتفاقا. یکی از اون مهمترین مشکلاتی که عرض کردم خدمت شما داری بابت ریزش سنگ همین منطقه کمرزرده. فکر کنم حدودا طولش هم 200 متر بیشتر نباشه. چون امکان دسترسی نداریم به بالادست، کارگر نمیتونه بره سنگ‌ها رو بندازه، از خود سازمان راهداری اومدن برای بازدید، اومدن این نقطه رو طراحی گالری انجام دادن، برآورده انجام شد، ابلاغ شد به اداره کل، گذاشتن مناقصه، دو بار گذاشتن مناقصه، تجدید مناقصه شد. محور کرج به چالوس یک محور در واقع قدیمی هستش. با توجه به قدمت شاید دیدگاه های زمینشناسی و زمینشناسی مهندسی در گذشته و زمانی که این جاده تأسیس شده، شاید دیدگاه کمتری نسبت به این مباحث داشتیم و داشتند. به هر حال اون زمان میطلبیده که این جاده حالا ساخته بشه، ولی خب شاید این دیدگاه ها توش لحاظ نشده تو بعضی از قسمت ها. اونجا چیزی که شکل گرفت تو بحث تعریض بود، بحث پرشدگی بود، و این در واقع پرشدگی توسط خاک های نامرغوب روسی و مارنی انجام شده. آب از ارتفاع میاد، اون حجم آب که خدمتتون عرض کردم از ارتفاع میاد وارد این خاک های مارنی روسی میشه. در واقع این آب میاد بین این صفحات، چون ساختارش ساختار صفحه هستش، میاد وارد این آب میاد وارد این صفحات این خاک در واقع خاک های روسی مارنی میشه. در واقع خاک روس، خاک و مارن، خاکی که بسیار سرعت نفوذپذیری بالایی داره، ولی سرعت زهکش در اینا خیلی کم هستش. وقتی بار میاد روی اینا اعمال میشه، این آب منفذی اینا که میخواد خارج بشه مجبور کل صفحه رو حرکت بده، یعنی این آبی که بین این صفحه هستش میخواد تخلیه بشه، مجبور با خود صفحه کانی تا حرکت کنه، به خود به صورت صفحه عمل کنه. ولی با توجه به اینکه حالا اون بخش سنگ ایستا بوده و خودش رو نگه داشته، گسیختگی و در واقع کشش، در واقع اون ترک‌های کششی روی سطح جاده ما زیاد دیدیم ازش، و خوشبختانه این در واقع درز و ترک‌ها و این گسیختگی که روی سطح آسفالت شکل گرفته بود باعث یک مخاطره خیلی بزرگ و باعث یه زمین لغزش خیلی بزرگ رو گرفت که همه تونستیم متوجه بشیم و در واقع بحث تعمیدات
مقاوم سازیش رو انجام بده. اون چیزی رو که بحث زمین لغزش پل زنگوله ما دیدیم، یکی از دلایلش همون خاکریزیه بوده. حالا اینکه آیا در آینده این مسیر امن هست یا نه، ما فقط تونستیم همون مسیر رو ببینیم. ما در واقع تونستیم تو اون فرصت کمی که به هر حال به نوروز چیزی نموند و به تعطیلات نوروزی، تمام تلاشمون این بود که باید کل خاک مارنی مسئله دار برداشته بشه از زیر آسفالت و اون محیط. این کار رو انجام دادن. بحث این که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد تو مسیر این مسیر کرج به چالوس، قطعا ما شاید من خودم چیزی رو که 60-70 متر پایین تر از پل زنگوله هم دیدم همین بود که چنین پدیده ای و چنین اتفاق زمین لغزش ممکن در اونجا هم اتفاق بیفته، چون اون هم تقریبا شرایط هم مشابه همین منطقه پل زنگوله رو داشت. جاده چالوس به هر حال یه جاده که قدمت داره، کار عمرانی زیادی داخلش انجام شده، به هر حال دستکاری انسانی زیاد توش شکل گرفته شده، تکتونیک که فعالیت اتفاقاتی که داره شکل میگیره، شاید در گذشته ما این شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم. اینا داره سرعت این اتفاقات و سرعت مخاطرات داره بیشتر میشه. دستکاری در واقع دستکاری انسانی داره اینو در واقع بهش سرعت میده و طبیعت هم که داره کار خودش رو انجام میده، اون هم مزید بر علت. جاده چالوس تا زمانی که تمام اتفاقات توش مطالعه نشه، کامل همه چیز دیده نشه، مخاطرات رو کاملا نبینیم، نمیتونیم بهش بگیم که جاده امنیه. تمام اینا نیاز به پایش داره. شاید این جاده تمام اتفاقاتی رو که عرض کردم توش داره اتفاق میفته، شاید دیگه جاده فرسوده و پیری شده، شاید کمتر بشه ازش استفاده کرد. این علامت سوال ها و این شاید ها با مطالعه باید شکل بگیره که کجاش امن نیست، کجاش امن هست، کجاش ما بهش بیشتر بپردازیم. دو تا عامل الان خیلی مهمه تو جاده چالوس. بحث کنترل آب هستش که این واقعا این آب ها رها شده، و بحث لرز زمین ساخت هستش، و بحث دیگه‌ایش که بعد جایی که به هر حال نیاز به این داره که اگر تعریضی انجام شده، اگر پرشدگی انجام شده، اگر هر اتفاقی توسعه‌ای که انجام شده رو باید ببینیم آیا به صورت مهندسی و سیستماتیک عمل کردن یا نه. اون جایی هم که در واقع میشه گفت تو بحث تعریض و تعمیر جاده شکل گرفته، باید اونها رو هم ببینیم که اگر مشابه همین بحث پل زنگوله بود اونها رو هم ترمیم کنیم و اونها هم بهسازی بشه. با توجه به کارشناسی های انجام شده توسط کارشناسان زمین شناسی، گفته میشه چیزی حدود به 400 نقطه حادثه خیز در این محور شناسایی شدن، نقاطی که همون مشکلات هر چند تکراری رو با خودشون به دوش میکشن و نیازمند اعتبار و توجه هستن. این آسیب ها حتی ممکنه که به سه استان شمالی کشور هم کشیده بشه. علاوه بر مازندران، گلستان و گیلان هم ممکنه دچار این آسیب ها و حتی شدیدتر از اون بشن. پس بهتر هست هر چه زودتر توجه و اعتبار کافی برای برطرف کردن این مشکلات در نظر گرفته بشه.